کتاب تلوس فصل ششم، مترجم مریم، کانال سوفیا ساناندا. کتهای ورودی تلوس. اکنون که شما از وجود ما در زیر کوه شستا آگاه شده اید، اشتیاق دیدار شما را از تلوس و دیدار رو در روی شدیدی را که از طرف شما وجود دارد را حس می کنیم. ما آرزوی بزرگ شما را برای تجربه شگفتی ها و جادوی یک تمدن روشنفکر و برقراری ارتباط مجدد با اعضای خانواده سابق خود را در تلوس یا جاهای دیگری که در بُعد پنجم زندگی می کنند را احساس می کنیم. ما در سطح درونی حسرت شما را حس می کنیم و افکار شما را می شنویم که چه زمانی می توانیم برای بازدید از تلوس بیاییم. چه زمانی درهای تلوس به روی ساکنان سطح باز خواهد شد؟ عزیزانم، می خواهیم این را با شما در میان بگذاریم که انتظار طولانی شما به زودی به پایان خواهد رسید. ما پیش بینی می کنیم که این امر به خوبی می تواند قبل از پایان این دهه اتفاق بیفتد. ما شروع به دعوت از گروه های کوچک از سطح برای بازدید خواهیم کرد. ما دوست داریم زمانی که اکثریت مردم روش زندگی ما را اتخاذ می کنند، آنچه را که می توانند در دنیای خود به دست آورند را بتوانند تجربه کنند. آنگاه شما دیدگاهی کاملا جدید در مورد اینکه اگر بر اساس اصول الهی و برادری زندگی کنید، چقدر زندگی در این سیاره می تواند شگفت انگیز باشد را به دست خواهید آورد. برای شما مهم است که بدانید در ابتدا و برای مدتی طولانی بازدیدها فقط با دعوت شخصی انجام می شود. نگران نحوه بیان این دعوتها نباشید. وقتی نوبت شما برای دعوت فرا رسد، ما راه‌های زیادی برای ارتباط با شما داریم. مهم نیست در کجا زندگی می کنید. از آنجایی که ما در آگاهی بُعد پنجم زندگی می کنیم، یک کد ورود سختگیرانه برای همه کسانی که دعوت شده اند اعمال می کنیم. مطمئن باشید که دعوتنامه شخصی شما تا زمانی که الزامات آن کد ورود را برآورده نکنید، ارسال نخواهد شد. توضیح دقیق مفهوم کامل الزامات. هدف این پیام نیست. توضیح دقیق مفهوم کامل الزامات هدف این پیام نیست. با این وجود اجازه دهید یک نمای کلی از آنچه مورد نیاز است به شما ارائه دهم. اول از همه، فقط کسانی واجد شرایط هستند که در آگاهی خود به آگاهی بُعد پنجم دست یافته باشند. این بدان معنی است که آنها عشق بی قید و شرط به خود و دیگران و همچنین برای تمام بخش‌های زندگی و همه پادشاهی‌ها را پذیرفتند. آگاهی دوگانه باید حداقل 90% آزاد شود. همچنین مهم است که انرژی‌های مردانه و زنانه خود را متعادل کنید و بی‌ضرری را در هر زمینه‌ای از زندگی خود پرورش دهید. من این را به شما واگذار می کنم که در قلب خود جستجو کنید که مفهوم اینها چیست. این تکلیف شما عزیزان است. این شما را به کشف خود، به شگفتی هایی که واقعا هستید و ویژگی های خیش الهی که برای مدتی طولانی از شما دور بوده اند می برد. دوم این که شما نیاز دارید که بدن عاطفی و ذهنی خود را از تمامی منفی‌های گذشته و حال پاک و شفا دهید. تمامی سوابق گذشته و حال، درد، خشم، اندوه، گناه، تراوما، شرم، اعتیاد، ناامیدی، عزت نفس پایین، آثار منفی و غیره باید در آغوش گرفته شوند و از ضمیر ناخودآگاه، شبکه خورشیدی و بدن عاطفی پاک شوند. به دلیل ارتعاش انرژی بالای تلوس، هر گونه احساسات یا اشکال فکری و ارتعاشی کمتر از عشق الهی
بیش از 1000 برابر در ذهن و احساسات شما تقویت می شود. تا زمانی که این سوابق پاک نشده باشند، نمی توانید بیش از چند دقیقه در ارتعاش ما بمانید بدون اینکه ضربه ای را تجربه کنید. سوم اینکه تنها کسانی که هفتمین مرحله معنوی خود را به پایان رساندند و برای مراسم عروج خود به آمادگی رسیده یا تقریباً به آن رسیده اند، کدهای ورود ما را برآورده خواهند کرد. در این سیاره، دفتر مسیح تحت لورد مایتریا و لورد ساناندا معروف به عیسای محبوب شما در خدمت زمین در 2000 سال پیش، مکانی است که می توانید برای دریافت این ابتکارات در هواپیماهای داخلی درخواست دهید. بسیاری از شما آگاه نیستید که این آغازها در سطوح درونی اتفاق می افتد. با این حال آنها اتفاق می افتند و بر اساس نحوه زندگی آگاهانه شما در زندگی روزمره کنترل می شوند. گذر از این مقدمات و حرکت به سوی معراج و آزادی معنوی هدف تجسمات فراوان شما در این سیاره بوده است. شروع یا همان آغاز هفتم مطمئناً پایان تکامل شما نیست، اما کدهای ورود ما ایجاب می کند که یک نامزد برای ورود به تلوس باید به سطح از شروع برسد، به این سطح از شروع برسد. با وجود نسخه های جدید موجود، این شروع ها می توانند بسیار سریعتر از هر زمان دیگری در تاریخ تکامل زمین تکمیل شوند. آنچه قبلا برای دستیابی به آن شاید 1000 سال طول می کشید، اکنون می تواند طی 10 تا 20 سال آینده محقق شود. برای هر الزامی یا شروطی که ذکر شد، پیامدهای زیادی وجود دارد. هدف ما این نیست که به شما این احساس را بدهیم که این اهداف دست نیافتنی هستند یا به شما ناامیدی را القا کنیم. ما می دانیم که این امکان برای بسیاری از شما وجود دارد که در مدت زمانی معقول به این سطح از آگاهی دست پیدا کنید. چندین هزار نفر در این سیاره در چند سال اخیر به این سطوح آغازین و فراتر از آن رسیدند. ممکن است آنها را در میان افرادی که در زندگی روزمره با آنها ملاقات می کنید بیابید، اگرچه لزوماً قابل شناسایی نیستند. کسانی که به این سطح رسیدن و آن را می دانند، معمولاً این اطلاعات را برای خود نگه می دارند. تعداد بیشتری دائماً به صفوف افرادی که به این سطح دست یافتند اضافه می شوند. ما این الزامات را ذکر می کنیم زیرا بسیاری از شما با ما آشنا هستید، اما از کدهای ورودی تلوس آگاه نیستید. هر کسی که وارد درهای ما می شود، صرف نظر از اینکه چه کسی هست یا از کجا آمده، باید به سطح رشد معنوی مورد نیاز برای آشنایی با ارتعاش بُعد پنجم دست یابد. همانطور که با پشتکار کارهای معنوی خود را انجام می دهید و در مسیر عروج خود شتاب می گیرید، به زودی به اهداف خود خواهید رسید. پس قلب خود را به روی عشق باز کنید و خواهید دید که گذر از آغازها بسیار آسان‌تر از ادامه تجربه کردن دشواری‌هایی است که در آن هستید. پالایشی که این ابتکارات در آگاهی شما به ارمغان می‌آورد، درها را نه تنها به روی تلوس، بلکه به لموریای جدید و ساکر مکان‌های جادویی و شگفتی باز می‌کند. همیشه به یاد داشته باشید که عشق کلید است عزیزم. عشق همه درها را به روی شما باز می کند و به سرعت شما را در مسیر آزادی معنوی بی حد و حصر سوق می دهد. از عشق آمدی و اکنون به عشق بر می گردی. من آداما هستم، برادر لموریایی شما. پایان فصل 6.